الله اکبر. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله بالعالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا الا قلیلا منکم و انتم معرضون. آیه 83 سوره مبارکه بقره. معنای فارسی این آیه این هستش که به هنگامی که پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل اینکه جز خدای تعالی را نپرستند، یک، دوم اینکه به پدر و مادر نیکی بکنند، نه اینکه پدر و مادر اگر خلاف اسلام و خلاف مسائل اسلامی و شارع مقدس چیزی رو گفتن اطاعت بکنن. فرق بین نیکیست و اطاعت کردن. در جایی که بر طبق موازین شرع باشه انسان بعد از پدر و مادر اطاعت بکنه. اگر خارج از میزان شرع مادری به دخترش بگه که حجاب تو بردار، من راضی نیستم تو چادر سرت بکنی، این رضایت اینجا هیچ وجه شرعی یا عدم رضایتش هیچ وجه شرعی نداره و قرآن هم داره در جایی که میفهمد فلا تطئ هما، یعنی اینکه به هیچ عنوان ازشون اطاعت نکنید. اگر شما را خلاف مسائل شرعی راهنمایی میکنن، در واقع میفهمد که اطاعت ازشون نکنید. اطاعت از پدر و مادر زمانی واجبه که منطبق بر موازین شرعی باشه. پدر و مادر حق ندارن به بچه بگن که نماز نخون، بچه رو نذارن صبح بلند شه نماز بخونه چون ممکنه به خواب بچه لطمه میخوره، یا اینکه زمان دیگر یا به حجابش یا بگن ما راضی نیستیم تو خمس بدی، پول تو بدی در راه مثلا اون چیزی که قرآن فرموده، یا کارهای دیگه، یا حتی به جهاد بری. اطاعت از پدر و مادر در اینجا واجب نیست و جایز هم نیست که اطاعت بکنه، ولی در جاهایی که منطبق عقل و شرع صحبت میکنه اونجا باید که از پدر و مادر حتما اطاعت کرد. اما مسئله نیکی کردن با اطاعت فرق میکنه. بعضی ها این دوتا رو با هم مخلوط میکنن. آیه که میفهمد یا آیات دیگهی که داریم میفهمد و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید، یعنی درشت باهاشون صحبت نکنید، اخم نکنید، با قیافه بد بهشون نگاه نکنید،
حرف بد خدای نکرده نزنید، اوف بهشون نگید. و وقتی که میفهمد اوف نگید بهشون، یعنی دیگه بالاتر از اوف دیگه حالا هر چی میشه دیگه، خب مسلماً به طریق اولا نباید گفت. نیکی کردن یعنی که اگر هم خواستید در جایی خلاف عقل یا شرع هست اطاعت نکنید، باید محترمانه خودتون رو کنار بکشید، با اونها وارد دعوا نشوید. پس وقتی میفهمد و بالوالدین احسانا، منظور این هست که توضیح دادیم، و ذل قربا میفرماید که و با خیشانتون هم همینطور نیکی کنید، ارحام خودتون، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها و کسان دیگه از فامیلتون، اقوام و خیشانتون، و یتاما و همچنین هر یتیمی رو که هر کاری از دستتون برمیاد براش انجام بدید، و المساکین یعنی فقیر شرعی، نه گدا. گدا پروری حرام هست در اسلام، کمک به گدا هم جایز نیست، لیکن فقیر شرعی رو باید انسان دریابه، به هر نحوی میتوانه بهش کمک بکنه. و قولو للناس حسنا، با مردم بد حرف نزنید، با مردم خوب حرف بزنید. اگرچه جایی هم حق با طرف مقابل نیست، حق با شما هست، بازم با مردم خوب حرف بزنید، بد حرف نزنید با مردم. و اقیم الصلاه و نماز رو بر پای دارید، و آت و زکا و زکات بدهید. لکن اینها که پیمان از بنی اسرائیل گرفته شد، اینها عمل به این دستورات نکردن و متاسفانه به جز عده قلیلی بقیه اینها روی گردانیدن و از حکم خداوند در این زمینه که و احکامی که صادر کرده بود اعراض کردن. این آیه 83 سوره مبارکه بقره بود که خدمتون خوندیم، از جمله آیاتی که همه ما رو ترغیب میکنه به اقامه نماز در واقع. اما بحثی که امشب آغاز کردیم، بحثمون رو با این آیه شریفه در باب اهمیت نماز هست. در دو جلسه گذشته ما بحث لغوی و اصطلاحی نماز رو شروع کردیم و علت وجوب نماز و همچنین در از چه زمانی نماز واجب شده بر ما. این جلسه میخواییم در باب اهمیت نماز که هر جلسه داریم آیاتی رو میخوانیم خدمت شما، در این جلسه که جلسه سوم هست میخواییم در باب اهمیت نماز صحبت بکنیم. اهمیت نماز هم در قرآن کریم مطلب هست که عرض کردیم در جلسه گذشته نزدیک به 100 مورد، بیش از 90 بار، نزدیک به 100 مورد در قرآن کریم پیرامون اهمیت نماز صحبت شده و این میرسونه اهمیت این عمل عبادی، که اینها رو در ذیل بس آیاتش رو همینطور که هر جلسه یه آیه در صدر مجلس میخونیم، در طی بحث هم خدمتتون این آیات رو عرض خواهیم کرد، بعضن نه همش رو چون فرصت نمیشه. اما برای اینکه مقداری سراغ روایات هم رفته باشیم و روایات و احادیث رو هم بخونیم، اجازه بدید در باب اهمیت نماز از بین صدها حدیث و روایتی که موجود هست ما روایاتی رو انتخاب کردیم، اینها رو بخونیم، توضیحش رو بدیم. انشاءالله دوستان در ذهنشون باشه که هر یک یک مبلغ نماز باشه وقتی از این مجلس میره بیرون و در واقع این مطالب رو گوش میکنه، از این زمان به بعد یک مبلغ نماز باشه، یک مبلغ اقامه نماز باشه. در واقع من حدیث رو و احادیث رو آغاز میکنم با سخن نبی مکرم اسلام، پیامبر گرامی و ارجمند و مهربانمون، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. حضرت میفرماید که مثل نماز مثل ستون خیمه است. یک خیمه که شما دیدین اشایر ما هم که کوچ میکنن چادر میزنن خیمه میزنن، تا یک ستون وسط خیمه رو نزنن نمیتونن این رو قرار بهش بدن و با میخ در واقع میخا رو بکوبونن و این چادر رو نگه بدارن. حضرت میفهمد مثل نماز بین عبادات اسلامی، این همه عبادت ما داریم،
حجاب داریم، خمس داریم، زکات داریم، امر به معروف داریم، نهی از منکر داریم، عرض می‌کنم براءت جستن از دشمنان داریم، دوستی، دوست بودن با دوستان اهل بیت، دوستان الله تعالی داریم، امثال اینا رو داریم، خمس داریم، فلان. همه این عبادات و همه اینها و همه اینها و همه اینها در بین اینها مسئله نماز مسئله ستون خیمه است. اونا هر کدوم یه ور این خیمه رو داره، ولی ستون اصلی این خیمه در واقع نماز هست. اگر ستون محکم باشد، تنابها و میخها و چادر کارایی دارن. این فرمایش پیغمبر ها، عرض من نیست. اگر ستون محکم باشد، تنابها و میخها و چادرها کارایی دارن. اما اگر ستون بشکند، نه تنابی به کار می آید و نه میخی و نه چادری. یعنی اینقدر نماز مهمه. بعد از حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام حضرت می فهمد الصلاة حصن من سطوات شیطان. حضرت می فهمد نماز یک دژیست در برابر یورش های شیطان. اونی که نماز رو میخونه، حالا باز میایم تو جلسات آینده صحبت میکنیم که خوندن نماز چگونه است، به چه صورت باید خونده بشه، بعضی از ما داریم چگونه میخونیم، دقت بکنید. اگر 100% خونده بشه، مطمئنن 100% اصلا بدون برو برگرد هست. 100%، 90%، 90%، 80%، 60%، 50%، 40%، به اندازه درصدی که نماز رو کامل بخونه، به همون اندازه این نماز در زندگی او تأثیر داره و جلو یورش های شیطان رو میگیره. ولذا شما ببینید که ما اینقدر که افرادی داریم که به نماز مقید باشند. ببینید، نیایید به من بگید که آقا ما نماز خون داریم، کلاهبردارم هستا. کلاهبرداری است که رفته نماز رو دکان خودش قرار داده، نه نمازخونی که آمده کلاهبردار شده. در زمان طاغوت، این جمله رو خیلی جالب دقت کنید، یه بار دیگه تکرار میکنم، بعضیا از آقایون جوانها مخصوصا میان میگن، خانومهای آقایون تو دانشگاه وقتی که صحبت ما میکنیم اونجا هم همین بحث هست که من آقا ما نمازخونایی داریم که کلاهبردارن. جمله اصلی و عبارت صحیح اینه، کلاهبردارهایی که آمدن نماز میخونن تا بتونن کلاهبرداری کنن، و الا نمازخون کلاهبردار نمیشه. دقت بکنید، در زمان طاغوت یه وقتی ما داشتیم برای اینکه طاغوت زمان شاه بخوان روحانیت رو تخریب بکنن، چهره روحانیت رو خراب بکنه، بعضی از این افراد ساواکی و افراد خریداری شده توسط حکومت، اینها رو میرفتن لباس روحانیت تنشون میکردن، عمامه بر سر اینا میگذاشتن. بعد خیلی جالبه، یک خانوم بی حجاب و بعد اون موقع که دیگه بد حجاب هم نبود، بی حجاب بود، یعنی نه روسری داشت، نه چادر داشت، هیچ چی دیگه نداشت، خیلی وضعیت ناجور، این میواد دست این آقای روحانی رو میگرفت، یه جاشون میگرد راه رفتن، یعنی جمعیت بینن نگاه کنین روحانی هم خراب شده ها، روحانی خراب نشده، اون آدم خرابه اومده لباس روحانیت رو برتن کرده که بتونه از این قضیه اون پولی که گرفته جوابگوی اون پوله باشه، یعنی در پیش حکومت اون کاری که حکومت ازش میخواد انجام بده. اگر ما دیدیم که یک کسی نماز داره میخونه و حالا عرض میکنیم اینا رو میریم جلو، نماز میخونه و داره چهره دین رو علنا داره تخریب میکنه، قطعا یا عامل هست یا نماز رو یک دکانی قرار داده. نماز خون نیست، مصلی نیست، یک تبهکاره، یک فرد کلاهبرداره، همونی که شما حالا تو هر زمینه و سطحی که میدونید هست. و الا نماز به هر مقداری که کامل خونده بشه، حضرت میفهمد جلوی یورش های شیطان رو میگیره، چون شیطان یورش هاش یه دونه یورش نیست. من یه وقت به یک جوانی نگاه کردم، به یک جوانی رو تجربه خودمون، نه رو علم غیب، رو تجربه خودمون، بهش گفتم جوان من میبینم تو را که عنقریبا معتادت میکنم، هیچ بلو برگردی هم نداره، این رفیقایی که تو داری معتادت میکنم. گفت به، تو خیال کردی که منو کسی میتونه، مگه من بچه‌ام که بتونم معتادم بکنم؟
معتاد شده تو خونه نشسته. نماز وقتی ما میگیم یورش های شیطان، یورش شیطان یورش اعتیاد هست، یورش مشروبات الکلی هست، یورش عرض به خدمت دوست بد هست، یورش خانواده بده. ما خانواده هایی داریم که بد هستند، بچه های خوبی داریم که توی خانواده ها هستند. همه و همه اینها یورش های بد هست، یورش های شیطانی است و شیطان این یورش ها رو داره. حضرت میفهمد خود نماز میتونه یک دژی باشه، یعنی یک دیوار محکمی باشه جلوی این یورش ها. از امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید بدان که نماز عامل بازدارنده از سوی خدای تبارک و تعالی در زمین است. عامل بازدارنده است. اینا رو دقت بکنید، به اینا میگن معادله دو طرفه. اگر یه طرف معادله جواب نده، یعنی شما طرف دیگه معادله رو خطا کردی. این در ریاضیات شما معادله ای رو در ریاضیات میذاری فلان 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 x y فلان مساوی است با فلان، وقتی این تساوی درست از آب در میاد، یعنی اون برای تساوی خرابه، مقدمه ای که برای معادله چیندی خرابه. تمام این حرفایی که داریم میزنیم، اون قسمت هایی که به این قضیه برمیگرده، مثلا داریم میگیم نماز حضرت میفهمد عامل بازدارنده از سوی خدا در زمین است، اگه شما دیدین نماز بازدارندگی نداره، نماز و بازدارندگی یک معادله دو طرف است. یه اون نماز خرابه، خراب شده، فاسد شده، باید درست بشه و ترمیم بشه تا این ور معادله درست در بیاد، تساوی درست در بیاد. نماز مساوی است با عامل بازدارندگی. اگر عامل بازدارندگی جور در نمیاد، نماز خراب شده، فاسد شده. دارویی که من دارم میخورم مساوی است با سلامتی من. اگر سلامتی نداد، دارو ایراد داره، دارو تاریخش گذشته، انقضا پیدا کرده یا فاسد شده. حضرت میفهمد پس هر کس دوست دارد بداند که از نمازش چه سودی برده است، بنگرد به چی؟ به این طرف معادله. اگر نماز او را از کارهای زشت و ناپسند باز داشته است، به اندازه ای که باز ایستاده از نماز بهره برده است. معادله دو طرفه بهتون عرض کردم، خیلی ساده است. اینور نماز، اینور عامل بازدارندگی، اینور نماز، اینور دژ جلو یورش ها، اینور نماز هست، اینور بازداشته شده از کارهای زشت و ناپسند، یعنی اینکه ما بایستیم توقف کنیم جلوی کارهای ناپسند و زشت. اگر اینور شل هست، سسته، این طرف معادله خراب هست، یعنی باید ترمیم بشه. نه اینکه بیایم بگیم آقا حالا که این دارو تاریخ انقضا داشت، اصلا منم برای فلان بیماریم دارو نمیخورم. خب میمیری بیچاره، دارو نخوری میمیری. میگه من حالا که اینجوری شد نماز نگرده، چه فایده ای داره من نماز بخونم؟ اصلا نماز نمیخونم. پس اصلا دارو نخور تو وقتی بیمار هستی. دارو درست باشه بیماری جواب میده، درست نباشه بیماری جواب نمیده. تاریخ انقضاش گذشته باشه بیماری جواب نمیده. باز از پیامبر اکرم، تمام اینا که داریم عرض میکنیم دوستان میتونن به میزان الحکمه مراجعه کنن، از صفحه 3093 الی صفحه 3137، یعنی 3137. اونجا رجوع میده به کتب مختلفی که این احادیث از اونجا نقل شده. پیغمبر فرمودن که بر نمازهای پنجگانه صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا مواظبت بکنید، مواظب این نمازها باشید. چرا؟ چون روز قیامت که شود، خدای تبارک و تعالی بنده را صدا میزند و نخستین چیزی که از او میخواهد نماز است، با توضیحی که جلسه پیش دادیم. اگر آن را کامل آورده باشد که هیچ، سراغ اعمال دیگه میره، وگرنه بلا فاصله در آتش افکنده میشود بدون برو برگرد.
بعد خود حضرت فرمودن هیچ مؤمنی نیست که به نماز ایستد مگر آن که از او تا عرش نیکی بر او فرو ریزد و فرشته ای بر وی گماشته شود که آواز دهد، یعنی فرشته باهاش صحبت کنه. گیرم این نمیشنوه صدای فرشته رو. ببینید گوش ما، وقتی شما دکتر گوش و حلق و بینی میرید به شما میگه گوشت اگه ایراد پیدا کرده باشه، عفونت کرده باشه، چک کرده باشه، مشکلی پیش اومده باشه، پرده صوتیش ایراد دیده باشه، میگه آقا دیگه از این به بعد شما یه فرکانس های صوتی رو نمیتوانی بشنوی، گوشت نمیگیره اون فرکانس ها رو. ما فرکانس صوتی ملائکه که دائما در فضا منتشر هستن، گریه میکنن، شادی میکنن، میخندن، اصلا نمیشنویم. فرکانس صوتی برادران و خواهران جنی خودمون هم نمیشنویم، اما اینا هستن، دارن زندگی میکنن، ملائکه هم همینطور. اما بعضی وقتا خداوند اراده کنه این فرکانس رو میگیری، شما با گوشت اون صوت رو هم میشنوی. اصوات، اصوات در عالم بسیار زیاده. ما مال حیوانات هم نمیشنویم، ما صدای مورچه هم نمیشنویم، ولی اینا با همدیگه ارتباط دارن. تمام حیوانات با همدیگه ارتباط دارن، ارتباطشون خیلی هاشون از طریق صوتی هست با هم ارتباط دارن، ولی ما این فرکانس ها رو نداریم. میفرماید که یک فرشته ای رو خداوند بر او، یعنی بر فرد مسلی نمازگزار میگماره، این فرشته بهش صحبت میکنه ولی این نمیشنوه، ولی یه وقتی خدای تعالی بخواد همین رو هم میشنوه. ای پسر آدم، اگر بدانی از نمازت چه بهره ای میبری و با چه کسی راز و نیاز میکنی، هرگز خسته و رویگردان نمیشدی. اگه این مطلب رو میدونستی، ولی ما وقت دانستن این مطلب رو هم نداریم. یعنی انقدر خیال میکنیم خودمون با هیجان هستیم، هیجانات بی خودی، خیال میکنیم که دائما در این کاریم، در اون کاریم، ولی شما یه دفعه هم سراغ اولیای خدا برو، این همه که شما شلوغ میکنیم، ما هم شلوغ میکنیم، یه دفعه برو ببین اینا آرام نشستن در یک موارد دنیایی، آرام نشستن. شما همچین آرام نشستن همچین میکنی، خوش به حال شما، یه 4-5 میلیون میارم بهش میدم میخوره. همچین این آروم نشسته که شما میگه خوش بالش، ما 4-5 میلیون میارم بهش نادم، این قصه نه، نه آخه اصلا اینها نیست. اونی که این میلیون ها رو درست کرده، این خونه ها رو درست کرده، اینها رو درست کرده، او فرموده که تو برنامه تو برا من بذار، بذار من برنامه برا زندگی بهت بدم، تو برنامه برا خودت نده، بذار من برنامه برا زندگی بهت بدم. من که میتونم من بهتر میتونم از مادر تو رو اداره کنم، از پدر، یا پدر و مادر ارزششون بیشتر از من خداست. چطور تو به پدر و مادر اطمینان داری؟ مادرم چی میکنه؟ وایسا خودم یه دختر خوب برات میگیرم، یه پسر خوب میگم برات چی میکنم که بیاد شوهر خوب باشه، دوماد من بشه. پدره میگه خودم بخونه، به اون اعتماد میکنی؟ به من که اینا رو آفریدم، محبت تو رو تو دل اینا انداختم، به من اطمینان نمی کنی، به اینا اعتماد می کنی. شما فرق زن بابا با مامان ببینین چقدره. فرق زن بابا با مامان چیه؟ فرقش اونم انسان، اینم انسان، همه چیشون با هم مشترک. فقط اون محبتی که مال این بچه تو دل مادر هست، مادر هرچی نسبش دارم 100 دفعه بلند میشه ور میزنه، چیز دیگه نگیم میزنه، بگیم ور میزنه. این تا صبح مادر میگه جونم، جونم عزیزم، حالا شما برو جای مادر باش یه بچه بزن بغل دسته، یه دفعه میگید بله جان، دفعه دوم میگید دستم خسته شدیم، ببن اون دهن تو دیگه، خانو بین بچه بنده پنجره پایین، راحتمون کن، بعدن یکی دیگه به دنیا میاری، خدا بزرگه، شاید اون انقدر گریه نداشته باشه. والا زن بابا چیزم، اون محبتی که تو دل مادرها تو دل زن بابا هنی، چرا؟ طبیعت قضیه نشون، نمیتونی اجبارش بکنی، ولی اونم انسانه، اینم انسانه، اون همه چی هاش، اینا هر چی داره اونم داره. فقط اون محبتی که خدا تو دل مادر قرار داده تو دل او قرار نده. مادر رو با محبت کرده نسبت به فرزند، و پدر رو غذا رو از گلوی خودش در بذار دهن بچه، این کار فقط از خدا ساخته است. حالا شما به این پدر و مادر اطمینان میکنی، اعتماد داری؟
به خدا اعتماد نداری. خب بذار خدا برنامه بهت بده. این هیجانات و شلوغ بازی ما چی؟ ببین یه دفعه به اولیاء الله نگاه کن، ببین اینا چه جوری زندگی میکنن. ببین من و شما هم همونجوری بکنیم، تمرین بکنیم. یک بار هی میگیم آزمون و خطا، چطور در همه جهاد میگیم آزمون و خطا کنیم؟ در این زمینه هم یه آزمون و خطایی بکنیم، اگه خطایی واقعا داره یه تستی بدیم، آزمونی داشته باشیم. حضرت محمود میفرماید که ای پسر آدم، این فرشته، اگر بدانی از نمازت چه بهره ای میبری و با چه کسی راز و نیاز میکنی، هرگز خسته و رویگردان نمیشدی. ولی ما اینو متوجه نیستیم. از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که هیچ کاری نزد خدای تعالی محبوب تر از نماز نیست، پس مبادا چیزی از امور دنیا شما را از اوقات نماز باز دارد. من خواهش میکنم اینا رو گوش کنید، میخوایم یک نتیجه اجتماعی بگیریم و برای اقتصادمون هم یک نتیجه بگیریم. مبادا چیزی از امور دنیا شما را از اوقات نماز باز دارد. یعنی چی؟ یعنی ظهر شده، من همچنان دارم میدوام دنبال کارهای دنیا، مغرب شده همچنان همینجور، صبح هست موقع اذان صبح، همچنان دوست دارم که بخوابم، ببینم خواب من خستگی منو در کنه. اصلا من در این زمینه اطمینان به خدای تعالی ندارم که میشود یک ساعت هم خوابید همون جوری که 10 ساعت میخوابیم خستگی بدن دره، همون خدایی که اینو مقرر کرده که ما ساعتها بخوابیم خستگیمون دره، اون خدا آیا میتواند یه کاری کنند که ما 4 ساعت بخوابیم به اندازه 8 ساعت خستگی تنمون در بره؟ میتونه یا نه؟ این یه سوال دیگه. این قدرت رو داره یا نه؟ اگه فلسفه خونده باشی شما چند تا علت فلسفی میاد میگی نه نمیتونه خداوند این کارو بکنه. اگه فلسفه نخونده باشی، نمیخوام بگیم همه فیلسوفا اینطور باشن، نه بعضی که خود فلسفه 4 تا کلمه این ور اون ور مسئله فلسفی خوندن زودی میرسه میگه نه نمیتونه، آقا این مطلب چیه شما سوال میکنی. ولی انسان امتحان کنه ببینه واقعا اعتماد میتونه به خدای تعالی داشته باشه در این زمینه، که من اگه نمازم و نماز صبح و بلند شدم خوندم سر وقت، بعد گفتم که مثلا از خوابم کم میشه، اونا همون خدایی که میتونه با 7 ساعت خوابیدن خستگی رو از تن من بدر کنه، با 4 ساعت خوابیدن هم میتونه بدر کنه یا نه. اینا رو حالا میگیم داشته باشیم تا میخوایم نتیجه ای که بگیریم. بعد حضرت امیر سلام الله علیه فرمود زیرا خدای عزوجل مردمانی را سرزنش کرده است و فرموده است، اون اشاره کرد به سوره دین، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. حضرت فرمود که الذین هم عن صلاتهم ساهون یعنی کسانی که تو نماز خدای تعالی میفهمد وای بر این نمازگزارانی که ساهون هستن. ساهون یعنی چی؟ یعنی از اوقات نماز غافلند و به آن اهمیتی نمیدهند. اهمیت برای اوقات نماز قائل نیستن. میگه آقا ساعت چند نماز میخونی؟ میگه آخر شب چرا داری نماز میخونی؟ همچنین گفت خدا سرش خلوت تره. ببین چه مغز فعالی داره، چه قشنگ بلده بسازه اینها رو. و همینها میشه حجت بر علیه خودشان. روزی میرسه که همینها رو میارن حجت میکنن، یعنی میگن تو که اینقدر مغز فعال آیکیوی خوبی داشتی، چطور نمیتوانستی برای زندگیت و عبادتت و این روزت که داخل قبر و برزخ شدی بتونی اینها رو بسازی، یه چیزی بسازی که اینجا کارساز برات باشه؟ چطور آیکیوت اونجا کار میکرد اینجا کار نمیکنه؟ از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه خودش به محمد ابن ابی بکر که از یاران اون حضرت هست، حضرت نامه‌ای داره به اون، به این فرد محمد ابن ابی بکر، بیانی داره. یک صلواتی بفرستید تا براتون عرض بکنم.
از امیرالمومنین علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر، حضرت میفرماید که مراقب وقت نماز باش، مراقب وقت نماز باش. محمد ابن ابی بکر کسیه که فرزند امیرالمومنین نیست، اتفاقا فرزند خلیفه اول بوده. دو تا چیز نصیب شده آقایون جوانها، دقت کنید. یکی معلم خوب که خود امیرالمومنین بوده، یکی دوست خوب که محمد ابن ابی بکر. سومیش هم بد نیست، سومی هم اضافه کنیم بهش، یکی مادر خوب که مادره وقتی که زن ابی بکر بود خلیفه اول آمد، این بچه به دنیا آمد، این بچه رو آروم آروم نذاشت تو اون خونه تربیت بشه، اووردش تو این خونه، رفت و آمد میکرد با حضرت صدیقه طاهره، رفت و آمد میکرد، اینجا شروع کرد آروم آروم تربیتش کردن. خب اینجا تربیت شد. بنابراین محمد ابن ابی بکر اگرچه فرزند اون حضرت نیست، اما چون در خانه اون حضرت تربیت شده، دوست خوب داشته، معلم خوب و بی نظیری داشته مثل خود امیرالمومنین علیه السلام، شد شیعه امیرالمومنین. حضرت بهش میفرماید که مراقب وقت نماز باش و آن را به هنگام بخوان. بعد این جمله رو دقت بکنیم، این جمله رو اگر بتونیم حفظش کنیم، اگرچه بنویسیم، نوت برداری بکنیم که چقدر پیغمبر راجع به نوشتن توضیح داده، اگرچه انسان بعدش بره نوار یا سیدی گوش بده، اصلا خود نوشتن یک خاصیت عجیبی داره. حدیث هم داریم. حضرت میفهمد که و آن را به هنگام بخوان. این جمله رو ببینید، نه به دلیل بیکاری آن را پیش از موقع بخوان، نه به دلیل بیکاری آن را پیش از موقع بخوان و نه به سبب کاری آن را از وقتش به تأخیر انداز. اول دومی رو معنی میکنیم تا آماده بشه ذهنها. حضرت میفرماید که اگر میخوای نماز بخونی یه کار دیگه هم داری، بگو اون خدایی که همه این کارها رو اون درست کرده، انهی الا فتنتک. حضرت موسی به خدا عرضه داشت، سوره مبارکه طه باید بشه ظاهرا، هیچ چینی غیر این که همین آزمایش توست و برنامه توست، اون خدایی که همه این کارها رو اون درست کرده، این کار ما هم الان هست، ما میخوایم نماز بخونیم، یا بالاخره این کارم درست میکنه درست نمیکنه. ما نماز عمل عبادی است، یعنی این که من میخوام الان با پروردگارم صحبت بکنم، حالا با این بشر صحبت کردن و با بانک صحبت کردن و با کجا صحبت کردن مهمتره یا با پروردگارم من صحبت بکنم؟ من پروردگارم رو اختیار میکنم. حضرت میفرماید نه به سبب کاری آن را از وقتش به تأخیر انداز، یعنی نذار وقتش بده، تو بخون، از هیچی نترس مگر جایی که عذر شرعی باشه. عذر شرعی هم تو رساله ها آمده، مشکل بیماری هست، مادر و پدر وسط هستند، یک کسی حالش به هم خورده، یک کسی خطر جانی داره و اینا رو تو رساله نوشته، عذرش ما اسمش میذاریم عذر شرعی، اون نباشه عذر میفهم به تأخیر نند، به خاطر یه کارهای اینجوری به تأخیر نند، اول نماز. از اون ور قضیه حضرت میفهمند به دلیل بیکاری ها نمیم چی کنیم، حالا که کاری نداریم که باشیم نمازی بخونیم، الان که بیکاریم باشیم نماز، آقا اهمیتش مهمترین عمل عبادی در اسلامه، ان قبلت قبل ما سوا هاست، ان ردت رد ما سوا هاست، ستون خیمه هست، اینجوری با نماز صحبت نکن، چهره نماز اینجوری تحقیرش نکن، کوچیکش نکن، نگو آقا کاری نداریم، کسی کاری نداریم، نه پس آقا اول چون بیکاریم اول باشیم نمازه رو بخونیم راحت بشیم، بعد اینکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آخیش راحت شدیم و نماز رو خوندیم راحت شد. حضرت میفهم این چیز برخورد با نماز نکن. اگه میخوای بعدن که میخوایم صحبت بکنیم نماز اون خاصیت اصلیشو به تو ببخشه، با نماز اینجور برخورد نکن، با نماز رفیق باش، احترام به نماز بگذار، احترامشو خورد نکن، چون نماز نخوندیم حدیثاشو ولی اول همه فهرستشو عرض کردیم در فضیلت نماز، چهره دین نمازه، حضرت فرمود چهره دین نمازه، چهره دین رو تحقیر نکن.
پیغمبر فرمود هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز و مواضع خورشید، مواضع خورشید یعنی زمانهایی که اذان میگن، ما حالا بهش میگیم اذان میگن، یعنی وقت اذان هست، اذان صبح، ظهر، از مغرب، عشا، حضرت فرمود هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز و مواضع خورشید اهتمام ورزد مگر اینکه یک آسودگی در هنگام مردن رو داشته باشه. خیلی جالب، ببینید خواص این طرف معادله، اون طرف معادله. دو، از بین رفتن غم و اندوها. سه، نجات از آتش را من پیغمبر برایش ضمانت میکنم. ولی خب حالا کو اعتماد به پیغمبر؟ بگردیم اونو پیدا بکنیم. چند تایی از ما اعتماد به گفته پیغمبر داره که پیغمبر بیاد بگه آقا من نجات از آتش و همچنین آسودگی در هنگام مردن، از بین رفتن غم و اندوه براش ضمانت میکنم، بیاد این کار انجام بده. این رو داشته باشید در باب اهمیت نماز که من خدمت شما عرض کردم. حالا ببینیم چقدر فرصت داریم که بریم سراغ این که اگر کسی نماز رو نخونه کیفر این نخوندن نماز چی هست. یه چند تا روایت هم در اون باب خدمتتون بخونیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در باب کسانی که نماز رو مخدوش میکنن، ترکش میکنن، کوچیکش میکنن، ما بهش میگیم اصطلاحاً کاهل الصلاه، ضایع الصلاه، تارک الصلاه. تارک الصلاه کسی که کلا نماز رو گشته کنار، مرخص، میگه آقا ما حال نماز خوندن نداریم، راحت گشته کنار. ضایع الصلاه یعنی نماز رو میخونه، حالا تو قسمت‌های بعدی عرض می‌کنیم، حقش رو می‌خوره، از نمازش می‌دزده، که حالا اونم حدیثش رو می‌خونیم، صحبت می‌کنیم راجبش. کاهل الصلاه یعنی نشسته این الان که کنترل هم الحمدلله اومده، این از زمانی که کنترل اومده این شکم‌ها بیشتر اومده جلو، چون قبلا تلویزیون‌ها که کنترل نداشت طرف یه تکونی مجبور بود بخوره بره لااقل تلویزیون کم و زیاد بکنه، الان دیگه 3 متری نشسته کانال 1، کانال 5، این حیواناته، اینجا داره عقرب رو نشون میده، اینا زنهایی نشون میده که شبیه مارن، اونجا مردهایی نشون میده که شبیه عقربن، اونجا نمچین نشون میده، اینجا نمیدونم داره ورزش نشون میده، اینجا موتورسیکلت رفت 7 تا چرخ زد اومد پایین، اینجا فلان، چشم برداشت از این تلویزیون ساعت شده فلان، مادره پدره داداشه هر کی یا خودش حالا نگاه میکنه ساعت چند شد، ای داده بیداد ما نمازه رو نخونیم، چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه دیگه وقت داریم نماز مثلا مغرب و عشا رو بخونیم. این چسبیده به زمین تکون نمیخور. کاش این کارخونجات چسبسازی میبدن میدن چه چسبیه میزنن، اینا میچسبن جلو تلویزیون به زمین تکون نمیخورن، از این چسب استفاده میکردن، اینو میوردن تو بازار میفروختن، واقعا تکون نمیخور. و نشسته هی از این کانال به اون کانال، فوتبال لیگ برتر تموم شد، الان این 3 تا زد به اون، ماشین پورشه رو اون خرید، این هنوز یه دونه دوچرخم نداره، داره سینه برای اون میزنه، او 1 میلیارد گیرش اومد، این هنوز یه کار با مایی 400,000 تومن هم گیرش نیمده ها، هنوز میگه که میزدی این و به تیر چرا زدی اینو، میزدی اون تو ساب مونده رو میرفت دیگه، چرا با این توپه هی نشستی چی میکنی؟ شد لیگ برتر تموم شد، آقا نماز نمیخونی؟ من این لیگ اروپا رو هم ببینم، این مسی عجب شوتایی میزنه، بسیار خوب، اینم ببینید. حضرت فرمود که مراقب نماز باشید و آن را پاس دارید و بسیار به جا آورید و به وسیله آن به خدا تقرب جویید. حضرت امین سلام الله علیه، زیرا نماز در اوقات معین بر مؤمنان واجب گشته است، نه در اوقات قضا. نماز مغربش ها ساعت 12 شب به بعد که نمیشه خون، که با یه شرایطی حالا بیا قصد رجا کن فلان کن، که نماز نیستش، که نماز صبح که بعد طول آفتاب که نمیشه خون، که نماز ظهر عصر رو مقابل در وقت غروب یا مغرب که دیگه نمیشه خون. که حضرت فرمود در وقت معین بر مؤمنان واجب گشته. بعد حضرت اشاره به این آیه کرد، عرض کردم بعضی از آیاتو بیاریم در
ذیل بحث ضمن بحث بخونیم براتون، عجب آیه تکان دهنده است این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که اصحاب یمین، سوره مدثر آیه 39 به بعد، اصحاب یمین در صحرای محشر میرن کارشون تموم میشه، بلافاصله میرن تو بهشت، فی جنات، میرن در بهشت ها قرار میگیرن، مستقر میشن، خونه های خودشون رو پیدا میکنن. چه خونه هایی؟ اصلا در ذهن کوچیک ما، ذهن گنجشکی ما اصلا جا نمیشه این مطالب. چه خونه هایی واقعا؟ اونجا میرن جای خودشون رو پیدا میکنن. 1 هکتار، 2 هکتار، 5 هکتار. اون جوان آمده تو دانشگاه سوال میکنه که، یا جای دیگه حالا سوال میکنه که آقا ما حالا 1000 سال مثلا تو بهش ببینیم، خب خسته میشین که. بس کنن که آپارتمان 45 متری نشسته اینجا خسته شده، خیال میکنه اونجا مثلا همین میگه نمیکشه این زیر، تو چیکارش میخوای بکنی؟ 1 هکتار، 2 هکتار، 1 دکور، 2 دکور، اینا هست. اصلا این حرفان، 1 غذا، 2 غذا، 1 میوه، 2 میوه، اصلا اینا برای کسایی هم که مثلا ماها که تو آپارتمان نشین 47 متر، 48 متر، 48 و نیم متر رو، یه نیم مترش هم حساب میکنم، دستشوی حموممون یکیه و خب اینا که چه میفهمم که ما دیگه یه دوش گوشن، دستشوی همون گوشن، ما من بیریم دوش بگیم. این که من و تو چه میفهمیم که این بهش چیه؟ اون جوون هم راست میگه، حق بهش میدیم. فی جنات، تو بهشت ها مستقر میشن. چه بهشت؟ میگه تو بهشت وسایل سفینه های فضایی برای این ور اون ور رفتنشون، سوار یک سفینه بهشتی میشن، از این ور میخوام برن اون جای نام مثلا مهمان سراشون مثلا. اصلا یک چیز عجیب و غریبی. بعد یتساءلون، اینها نشستن اونجا جهنم رو میبینن بدون اینکه جهنم به اینها آسیبی برسونه، جهنمیان را هم میبینند. یتساءلون، از اینها سوال میکنن، از داخل بهش از دوزخیان سوال میکنن. الله اکبر. عن المجرمین، از گناهکارانی که، نه اینایی که اصلا حالا بیدین، بیدینی هم جز مجرمی میتونن باشن، اونا هم که بادین بودن ولی نماز رو مالوندن به همدیگه رفتن، سوال میکنن. ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو دوزخی کرد؟ ای دوزخیان، یه قسمی از اینها ظاهرا باید اینجور باشه که یه عده‌ای هم باشن که اینا میگن که آقا اینا کافر و مشرک و اینا نبودن، چرا سوال براشون میشه چرا اینا اومدن جهنمی شدن؟ معلوم میشه که آدمای مسلمونی هم بودن، یه عده از اینا اومدن تو دوزخ، این معلوم از آیه است، وگرنه سوال بهشتیان معنی نداره. سوال کن هم مشرکین چرا اومدن جهنم؟ خب خودشون میدونن، با اینکه مشرک بودن من دوزخ دیگه. چرا آقا کافرم چرا اومدین تو دوزخ؟ خب با اینکه کافر بودن. و اینجا سوال میکنن، معلومه که اینا یه آدمایی بودن، مسلمون هم بودن، ولی چه ایرادی داشتن؟ ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما بیان جهنم؟ قالو، همشون با هم میگن لم نکم من المسلین، ما از نمازگزاران نبودیم. بعد اینجا میفرماید، حضرت امیر هم همینو میفهمد، آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی دهید که وقتی از آنها پرسیده شود چه چیز شما را به دوزخ کشانید، گویان ما از نمازگزاران نبودیم. بس ذیل این آیه، مرحوم استاد ما رحمت الله علیه می فرمودن که چند دستن این نمازگزار، آدم کسایی که نمازگزار نیستن چند دستن، یکی دو دستش هم می فرمود کاهل الصلا ضایع الصلا، نمازم خونده ولی نمازه رو مالونده، تشمه داغونش کرده این نماز، آبرون چهره دین رو برده، ضایع کرده این نماز رو رفته. کاهل الصلا یعنی هی نشسته. بابا آخه این 5 دقیقه تو میخوای وقت، 1 ساعت و نیم تو فوتبال میبینی، 5 دقیقه برای خدا میخوای وقت بذاری، 10 دقیقه برای خدا میخوای خواهی، خجالت آوره، خیلی خجالت داره. وقت چجوری از خدا توقع داری که وقت میای پیش امثال ما میگی که خدا با من قهره، هر چی من بهش میگم گوش به حرف من نمیده؟ خب انصاف داشته باش، تو خودت بودی گوش به حرف خدا میکردی؟ اگه همچین بنده اینجوری داشت. بعد پیغمبر فرمود میان مسلمان و کافر فاصله ای جز این نیست که نماز واجب را
عمدن ترک کند. اگه عمدن نماز رو ترک کنه، من نماز، ما با طرف اومده هم چی میکنه؟ میگیم شما نماز میخونی؟ پیش من میاد، خیلی اومدن پیش شما میاد. میگه بله من نماز میخونم. میگم که خب همیشه داری نماز میخونی؟ میگه نه من همیشه نماز نمیخونم. میگم اه پس کیا نماز میخونی؟ میگه من دهه اول محرم میخونم، روزای قتل عام میخونم، ماه رمضان هم الحمدلله دارم میخونم نماز. خب زمان دیگه نماز واجب نشده بر شما یا عذر شرعی داری تو ماهای دیگه که نمیخونی؟ آخه این چه وضعی آخه؟ پیغمبر فرمود میان مسلمان و کافر فاصله جز این نیست که نماز واجب را عمدن ترک کند یا از روی سبک شماردن آن را نخواند. بهش میگی نماز قبول داری؟ بله من نماز قبول دارم. بابا ایوالا دمت گرم. اینا رو که دارم میگم دقیقاً مطالبی است که به ما بازگو شده. میگه من اعتقاد دارم، دمتون گرم. میگه ایوا ما آقا شیعه هستیم فلان. میگم چون نماز نمیخونید. راستش حال ندارم جان تو، نمیدونم چرا حالشو نمیکنم. شما این مجالسی که میری یا یه التماس دعای حسابی ما داریم، ما رو هم دعا کن ما بتونیم خدا توفیق بده نمازی بخونیم. در حالی که فرمود در بحث دعا اگر کسی به یک کسی دیگه ای بگه التماس دعا، خودش بر اون زمینه هیچ اقدامی نمیکنه، اصلا از محالاته که دعاش مستجاب بشه. این عین روایت. من به یکی میگم التماس دعا، اینم من یه جا توی مجلسی میگفتم، یکی نمیفهمیدن آدم ما چی میگیم، آخر سر دیگه ولش کرد. گفتم ما میگیم التماس دعا در اون زمینه که داریم به طرف میگیم التماس دعا، خودمون هیچ اقدامی نمیکنیم. فرمود محال دعاش مستجاب بشه. طرفی که رفته برای التماس دعا بیاد همچین کنه، آقا ما رفتیم یه جایی 3000 نفر همه برای تو دست بلند کردن، یک دونهشون براش مستجاب نمیشه. من که خود این باید اول چیکار کنه؟ اقدام بکنه نسبت به اون کار، بعد از دیگران هم بخواد بگه التماس دعا. فرمود که یا از روی سبک شماردن آن را نخواند، مرز میان ایمان و کفر ترک نماز است، بین الایمان والکفر ترک الصلاه. بعد فرمودن از صلات و عماد و دین، نماز ستون دین، فمن ترک صلاته متعمدن فقد هدم دینه. هر کس عمدن نماز رو ترک بکنه دین خودش رو منهدم کرده، از بین برده، اصلا چیزی از دین باقی نذاشت. من حال ندارم نماز بخونم، من نم فلان. و من ترک اوقاتها یدخل الویل، و هر کس نماز رو در وقتش نخونه، عمدن وقت رو به تأخیر بیاندازه بدون عذر شرعی، داخل ویل میشه. خصوصی شما میپرسید ویل چی چیه؟ ول ویلو وادن فی جهنم کما قال الله تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ببین وقتی یک مبین قرآن توضیح میده چقدر زیباست. حضرت محمود داخل ویل میشه. ویل چیه؟ حضرت فرمود در رئیس در جهنم، همونطور که خداوند فرموده فویل للمصلین، یعنی اون دره مال این نمازگزارانیه که الذین هم عن صلاتهم ساهون، بدون عذر شرعی از وقتش تأخیر میندازن، نماز رو نمیخونن تو وقتش بدون عذر شرعی. بعد باز پیغمبر فرمود من ترک الصلات لا یرجو ثوابها، هر کس از روی بی‌اعتنایی به ثواب نماز و نترسیدن از کیفر ترک آن نماز نخواند، ولا یخاف و عقابها، یعنی اونی که خدا گفته این ثوابو بهت میدم بخونی، اگه نخونی اینجوری میکنم، بگه من اینو خیالم نیست، ما میریم تو جهنم عشق هم میکنیم اونجا، همه خواننده هام جمعن، تو نمیری، بها اونجا میزنیم، شما برین تو بهش بشه شیخا. این شوتبازی ها، خلبازی ها، این ها که آخه من همین آدم یه سنگ کلیه میگیره، همون موقع که داره از درد کلیه اصلا نفسش بالا نمیاد نفس بکشه ها، یا یه زلزله مثلا 4.5 ریشتر یه تکون داده فعلا تهرونی ها رو یا مثلا فلان شهرستان رو، یا مثلا یه بیماری گرفته، دکتر میگه من چیزی تو آزمایش تو نمیفهمم، یه بار دیگه آزمایش بدینیم، خیلی عجیبه. تا میگه خیلی عجیبه، چون آقای دکتر چیزی شده، همونجا همچی کن، بابا بی خیال، میریم اونجا صفا میکنیم اینا، همچی میزنه تو صورت تو که نگو و نپرس. میگه شوخی گرفته، این موقع داری با من شوخی میکنی؟
این موقع وقتی شوخی تو داری با من شوخی میکنی، من جواب آزمایشم درست نمیده، دوباره میره آزمایش خون دیگه میده، آقا فلان جگه یه چیز مشکوکی ما داریم تو مغزت، خدای نکرده تو کبدت، نمیدونم کجا تو کجات میبینی. یه بنده خدا من میشتم تو محل کارمون، هیکل مثل چی؟ هیکل عجیب. رفت دکتر، دکتره بهش گفت آقا چه گفت چیه دکتر؟ به خودم بگو فلان اینا. این خیال کرد دکترم، بعضی دکتران واقعا یه خود همچین چیز نیستن. این برگشت به این گفتش که بگم تحملش مگه دارید؟ این خیال کرد ورزشکاره از نظر روحی هم ظرفیت داره، نمیدونست این از نظر ورزشکاری مثلا ورزشکاره، روحن اینجور نیست. گفت آقا بهت راحت بگم سرطان داری. اصلا قبل از اینکه سرطان این رو بکشه یک هفته بعد مرد، از ترس مرگ مرد. جمله رو دارید؟ از ترس مرگ مرد. حالا شما میگی من میرم تو جهنم صفا میکنم، بابا این حرفا شوخیار، الان وقت شوخیه؟ این شوخیار بذار کنار بابا. طرف اومده با رفیقش تو بیصرا سر قبر نشسته، قبرای خالی رو کندن آماده گشتن. حالا قبلا اینجوری نبود، الان همه رو هم کندن قطعه رو گذاشتن، نشسته با رفیقش اونجا. حالا خوب اینا رو هم دارم، من اصلا واقعا حیرانم. بی خودی امیرالمومنین فهمود که من عجب طول من ایقن بالموت کیفه یزحکو. من امیرالمومنین تعجب از اینم، کسی که به مرگ اعتقاد داره مستمرن چجور میخنده، دائما در حال شادیه، نه اینکه یه بار شاد بشه. من اصلا تعجب میکنم. حالا تعجب من همینه، تو بهشت زهرا میری، آخرین آرایش های سیاهی، صورت سیاه، مو سیاه، نمیدونم لباس سیاه، دیوانه بازی ها یعنی چی آخه؟ این آمده با رفیقش نشسته سر قبر، نشسته پاشو تو قبر آویزون کرده با رفیقش، پاشو تکون میدادن تو قبر، همچی کرد. اسم نمیارم، گفت فلانی، گفت بله به رفیقش. عجیبه ها، معلومی الان اینو کی میارن، کیو میخوان بیارن تو بخوابونن، مالک قسمت کی بشه. دقیقا دوستش تعریف میکرد، این وقتی که برمیگشتیم میبدیم تو را تصادف کردیم، تا همون اون روز کارش تموم شد، مرد، فردا آوردن تو همین قبر خاکش کرد. الله اکبر. پیغمبر فرمود من ترک الصلاة لا یرجو ثوابها ولا یخاف عقابها. اگر کسی نسبت به پاداش‌های نماز و کیفرهای نخوندن نماز توجهی نکنه، اعتنا نکنه، فلا ابالی، مرا باک نیست که این فرد ان یموت یهودیان، شما بشمارید، او نصرانیان او مجوسیان، مرا که پیغمبرم باکی نیست که این یهودی بمیره یا مسیحی ببینه یا جبر باشه بمیره، باکی نیست نسبت به این قضیه. باز پیغمبر فرمود تارک الصلاة یسأل الرجعه الی الدنیا و ذالک قوله تعالی. حضرت فرمود ترک کننده نماز از روی عمد ازش سوال میشه، معذرت میخوام، سوال میکنه از خدای تعالی، یعنی وقتی که این میمیره نمیره تو جهنم بزن و بکوب و خوانندگان فلان هستن و نه، فهمید اینا همه از اون شوخی های خطرناک بوده، این خبرها نیست. بلا فاصله که ملک الموت جانشو قبض میکنه، نگاه تو چشمش میکنه، در تلویزیون نشون میداد، میگفت افعیهایی رو خدا خلق کرده برای اینکه شما بفهمید که ملک الموت چجوری نگاه تو چشمه کسی میکنه، طرف میخ میشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فقط نگاهش تو چشم ملک الموت تا جانش رو قبض کنه. میگفت افعیهایی رو خدا خلق کرده. این بلا فاصله که طعمه خودش رو پیدا میکنه، تو تلویزیونشون میداد، میگفت نگاه کنی طعمه دیگه حرکت نمیکنه. ما هم نگاه میکردیم تو این مستند 9-7-4 نگاه میکنیم، میدیم راست میگه طعمه همینجور میمونده، این خواهگوش را نمیره، با بودو برای اون در رو برای ما که دست نداره بپره مثل ببر تو رو بگیره تد که. میگفت این با نگاهش این رو میخ میکنه سر جاش. خدا هم اینو خلق کرده آدم بفهمه چجوری ملک الموت تو رو میخت میکنه سر جاش. میگه همینجوری نشسته، میگه تکون نمیخواد، با نگاهش نگهش میده، بعد میره راحت، میگه مار که دست و پا نداره، میره راحت، میگه میره کلهش میگیره میذاره تو خرگوشه راحت.
میخوره تشین خرگوش، خرگوش میده تو دهنش. حضرت فرمود که وقتی طرفی که عمدن نماز رو ترک کرده از دنیا میرود، میفهمه چرت و پرتایی که گفته همه شوخی های خطرناک بوده، با هستی خودش کرده این شوخی ها رو. تموم که شد التماس میکنه، شروع میکنه به دست و پا افتادن و التماس کردن. ملک الموت میره کنار، میگه ما کار این نیستیم. اون ملک میره کنار، اون به درگاه خدا یک درخواست داره، خدایا یسأل رجعه الی دنیا، منو یه بار برگردون به دنیا، غلط کردم دیگه نمی کنم، میرم این نمازا رو میخونم. ذالک قوله تعالی. بعد حضرت محمود در سوره مؤمنون این آیات هست، آیاتشو حتما بخونید، صفحه آخر سوره مؤمنون، خیلی آیات زیبا و تکان دهنده است. حضرت محمود این آیات مال اینجام هست، حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگشون فرا میرسه، یعنی کی؟ یعنی اینا که نماز نخوندن، یه دستشون اینا که نماز نخوندن عمدی، قال رب ارجعون، گفته میشه پروردگار منو برگردون، غلط کردم، میرم نماز رو میخونم. قال رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، برم جبران کنم نمازایی که نخوندم اینا رو بخونم. کلا، فرمود نه چنین است. برای چی پروردگارا؟ انها کلمتون هو قائلها، تو رو دوبارم برگردونیم به دنیا، دوبارم نماز نمیخونی، تو آدم بشو نیستی. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، در پیش روش عالم برزخ، عذاب برزخی و سپس قیامت هم در پیش داره. بعد فرمود اونایی که تو جهنم برزخیان یک دعا از خدا دارن. اگه گفتی دعاشون چیه؟ یک دعا، میگن خدایا جهنم قیامتی نرسه. این دعای همه دوزخیان برزخی است که خدایا جهنم قیامتی نرسه. ما متاسفانه فرصتی نداریم، فرصتمون تقریبا تمام شده است که در این رابطه برای شما صحبت کنیم. یک حدیث من از امام باقر علیه السلام میخونم، مجبورم بقیه این بحث رو بذارم برای فردا. امام باقر علیه السلام فرمودن، این حدیث البته در میزان الحکمه در ناسخ التواریخ هست، جلد یک صفحه 275، حضرت فرمودن یکی از دانشمندان بنی اسرائیل این از دنیا رفت، چون زمان بنی اسرائیل هم گفتیم نماز چی بوده، حضرت موسی هم نماز میخونده، قومش هم نماز مخصوص به خودشون، سه برابر ما هم نماز میخوندن با یک کیفیت خاص. فرمود این عالم بنی اسرائیل، دانشمند بنی اسرائیل از دنیا رفت، آوردنش تو گورش، خوابوندن تو گور، همه رفتن، سنگ لحد چیندن، خاک ریختن، همه رفتن، فرشتگان مخصوص اومدن بلندش کردن پشو بیش، گفت بله تو قبر پشو بیش، گفتش که روحشو بهش برگردوندن، زندش کردن تو قبر به یک زندگی ناقص. گفتن، گفت برای چی اومدی شما؟ من که دانشمند بنی اسرائیل بودم. گفت اومدیم که 100 تا تازیانه بعد بهت بزنیم. گفت برای چی تازیانه بزنیم؟ من که روزه گرفتم، نماز خوندم، فلان کردم. گفت یه دونه نمازایی که خوندی وضو نداشتی، گفتی الان یه دونه نمازم بی وضو، الان مگه چه اشکال داره؟ اون یه دونه نمازتو بی وضو خوندی. این که آخ و اوخ نداره. یک دونه حضرت هم تازیانه بهش زدن، قبرش پر آتش شد. 99 تا دیگه شو حضرت بیان نکرد. بقیه بحث باشه برای جلسه بعد که انشالله صحبت بکنیم. آقایون جوانها، پدران، مادران، عزیزان، جلسات آینده جذابتر از این بحث خواهد شد که نتیجه نماز واقعا تو زندگی ما چی خیلی عجیب و غریب است. نماز رو نمیگم ترک نکنید، شما که تارک نماز نخواهید بود، از وقتش هر چی میتونید نذارید که بگذره و از بین بره. اوقات نماز رو محترم بشمارید، چهره نماز رو خراب نکنید و نکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.